بذار من دعوت بکنم کسی رو که شما به قول خود در برابرش زانو زدی. تا اینجای قصه ما مجتبا، چو شدی قاتل مادرت شد مادر قاتل، و این کسی که الان میاد شد اولیای دم، و این مادر مادر با آبرو، و این خانواده به خاطر تو رفتن سرابش. آقای زاره بفرمایید، بفرمایید که شما دیدن دارید قربان، شما خیلی دیدنی هستین. من به اون عصای شما قبطه میخورم قربان، که کنار شماست هم میشه. اون عصا داره به کسی کمک میکنه که یک زندگی رو نجات داده، به یک کسی حیات بخشیده شده، یه وسیله بزرگ مثل خدا که یک کسی یه بار دیگه هم زندگی بکنه. شما خیلی به ما افتخار دادین قربان، میدونم سختتون بود، میدونم که شاید لحظه سختی باشه که شما باز دارین روبرو میشین با کسی که ناخواسته حالا باعث فوت آقا پسر گل شما شده، ولی بزرگی کردی، منت به سر بنده گذاشتید. تقدیر بر همین بده. شما بفهمید جای من بشین. بفهمید، بفهمید، خواهش میکنم، بفهمید پدرم، من اینجا میستم. خب، آقای زاره از اینجای قصه رو شما تعریف کنیم برای ما. با مشتبه حرف زدیم، با مادرش صحبت کردیم، این اتفاق افتاد و نواب عزیز شما از دنیا رفت و مشتبه شد قاتل و شما شدی اولیای دم، اومدن سراغ شما با شما حرف بزنن. اوائل خیلی خشمگین بودی، میدونم خیلی عصبی بودی. اتفاقی که افتاد یه چاره هم نداشت و من این کاری کردم به خاطر رضای خدا بود و زنده بودن نان پسرم. اگر چنانچه من اینو کساس هم میکردم بازم میگه نمیرسیم. حالا خیلی هستن کساس کردن، تازه من احساس میکنم اونا پشیمانن، چون یه خانه خودشون که داخلار بودن، یه خانواده با خودشون داخلار کردن. و زمانی که حکم اجرا صادر شد روز 12 محرم بود، من گفتم باید صبح دم زود بیان زندان که حکم خود اجرا بشه و تناب به گردنش بزن خودت. برام خیلی سنگین بود. قبول که خود شما بری زندان، تنام دارو بندازی دور گردن مشتبه سیما ممان اولیای دم، و هیچون چارپایی کشیده بشه و مشتبه از این دنیا بره. چرا نرفتی؟ قاتل پسرت بود، میتونستی بری انتقام بگیری، میتونستی قصاصش کنی. خب اینه میگم، اون اتفاقی که افتاد مقدرت الهی بود و این بخشش چه لطف الهی خدا توی دل ما انداخت که ما یه تصمیم بگیریم که نبخش و قصاص کردن هم هیچ سودی به ما نداشت. این برای بعدها هم خدا اینه که عکس اتفاقی اگر بیفته جا داره. مردم شریف ایران میتونن با این کار، حالا یا ساخت مسجد یا ساخت درمانگاه یا ساخت مدرسه، میتونن از قاتل فرزندش یا هر کارشون گذشت کنن. شما اوایل به این فکر میکردی که باید قصاص بشه، چون چند سال مشتبه زندان بود دیگه. آره 5 سال. کی؟ دقیقا همون لحظه ای که شما بخشیدنش، همون لحظه ای بود که به شما مسجل شده بود که خودتون باید برین تنابو دارو بندازی، یعنی قبلش با خودتون فکر کردید و منت چه رسیده بودید؟ قبلا تصمیم با همین بود. کسی به شما نگفت نه بذار بمیره، بذار از دنیا بره؟ چرا بودن بعضی، حتی اونا که بودن خب ناکس عقل بودن، ولی خانواده‌ام و برادرام به پیشنهاد خودم راضی بودن، هم برادرام هم خانواده. گفت هرچه نده خودت برای ما هم. گفتم ساختم یه مدرسه، اگه اینا یه مدرسه بسازن اسم نواب برای همیشه زنده است، تا عمر اسم نواب زنده است و دستمون هم به خون آلوده نمیشه. آخه کشتن انسان سخته. گرچه این همون مدرسه ایه که خانواده مشتبه ساختن و اسمشو گذاشتن به اسم نواب شما. بله. که شما در ازای ساختن این مدرسه توی یک جایی که جای محرومی هم هست و بچه ها مدرسه هم نداشته، حالا خیلی مدرسه گرون قیمتی هم نیست، شما بخشیدینش به قیمت اینکه بچه ها برن تو مدرسه درس بخونن، بزرگ بشن. ولی از قصاص مشتبه گذشتید. مادر چجوری فهمیدی لحظه رضایت دادنه آقای زاره؟ والا شناختی که رو آقای زاره داشتم، همسایه بودیم، میدونستم دستشو به خون بچه من آلوده نمیکنه، ولی تا عمر دارم شرمنده شم. من هنوز نمیتونم تو چشم
مادرش مادر نواب نبکنم. نمیتونم خودم میگم ببخش. مشتبه سرتو بالا بگیر. من به تو گفتم خود آقای زاره هم میدونه، همه محسلی هم که دارن نگاه میکنن میدونن که تو قاتل به دنیا نیومدی، تو دنبال قاتل شدن نبودی، تو با برنامه از دیوار خونه کسی بالا نرفتی بیای پایین بکشیش، تو مثل کسی نبودی که اسلحه رو به سمت کسی بگیره و شلیک کنه. خب چیزی که آدم میبینه، ولی تو چشاش نگاه کن و با آقای زاره صحبت کن. برای آقای زاره خیلی سخته با تو روبرو شدم، بذار راستشو بهت بگم، من خیلی باهاش صحبت کردم و راضیش کردم که اینجا بشه، اما دوست دارم تو این لحظاتی که داریم به اذانم نزدیک میشیم با کسی که یک بار دیگه حیاتو به تو برگردونده، یک بار دیگه گذاشته که تو زندگی بکنی، باهاش حرف بزن راحت. مشتاق باهاش حرف بزن، سرتو بالا بگی باهاش حرف بزن. واقعا نمیخوام بدونم، از صمیم قلب بخشیدی منو. من از کارم که کردم پشیمون نیست، آره بخشیدم بخشیدم. من همون روز اول مادرتم گفتم تو مرتی زندان، به مادرتم گفتم من بخشیدم. من از کاری که کردم ناراست نیستم و دنبال انتقام هم از شما نیستم، غرضم با شما ندارم. مشتاق چی کار میکنی در قبال این حرف؟ نمیخوای بلنشی دستاشو ببوسی؟ پاشو میبوسی. خواهش میکنم. نه دیگه مشتبه هم من نگرانشم، چون مشتبه هم قلب ناراحتی داره و بعد از این اتفاق بار از آوجدان داره اذیتش میکنه. خدایا شکرت که این اتفاق داره تو برنامه ما میفته. من نمیدونم، خیلی برام سخته حرف زدن، فقط تو رو به این لحظه ها قسمتون میدم، اگر میتونید، اگر بدارم بیسنی همینجا با همین دوربین دو حرف بزنیم، اگر میتونید، اگر تو فامیل اقوان تو کسی هستش که اولیای دمه میتونه جونه کسی ببخشه، کسی رو عفو بکنه، تو رو خدا، تو رو به این لحظات، تو رو به علی قسمتون میدم، الان برید ببینید همچین صحنه ای رو ببینید. این صحنه خیلی برام دوست داشتنی، اینقدر این صحنه برام عزیزه که حرف زدن یادم رفته. پدرم ما فقط میخوایم یک قرآن نفیس تقدیم شما بکنیم، چون شما ممنونم، چون شما به این قرآن عمل کردین، شما مصداق بارز زندگی کردن مثل امیرالمومنین هستین. این خدمت شما باشه این قرآن، و مثل قطعه از سوره اسراء شما کاری کردین، جونی رو بخشیدین که انگار از جون تمام مردم دنیا بخشیدین و بهشون اهلی دادین. ممنون شما ایم، خیلی لحظه برای ما قشنگه. مشتبه جان بشین قرمونت برم، خیلی لحظه برای ما قشنگه. مزه فردن هیچی چیز آیا علی خانه هیچی چیز فداتون بشن، فداتون بشن. شیرین ترین چیزی که تو زندگی برای انسان شیرین فرزنده. زنده باشی. جای فرزند پر نمیکنه. زنده باشی. ازتون ممنونم، فرصتی نداریم، خیلی لحظه رو دوست داریم. برای آقای ترحم شیرینی ما که یکی از بچه خدمات ما بود و چند روز گذشته رفته توی کما دعا بکنیم. ما دنبال اینکه امامزاده سیما بزنیم نیستیم، نه، ولی بعضی هستن که قلبون براشون میتپه. ماهتون عسل، خدا نگهدار، دوستتون داریم.